نام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت دوستان عزیز. با سمینار پرتونگاری صنعتی و تفسیر فیلم‌های رادیوگرافی در خدمتون هستیم. بنده معتمدی هستم، مدیریت مجموعه صنعت مشاوره اسپادان رو در خدمتون هستم و این سمینار دو ساعته رو در حضور آقای دکتر ابراهیم حشمت دهکردی هستیم، رئیس انجمن خوردگی و نایب رئیس انجمن جوشکاری و آزمایش‌های غیر مخرب ایران. دوستان عزیز، یه سری نکات اولیه رو خدمتون میگم. اول اینکه صدا و تصویر بنده الان برای دوستان اوکی هست؟ کسی هست که صدا و تصویر بنده رو واضح نداشته باشه؟ یه چک صدا و تصویر با هم دیگه انجام بدیم. اگر کسی صدا و تصویر رو نداره، بسیار عالی. در حین سمینار اگر مشکلی برای اتصال داشتید، میتونید با پشتیبانی ما در ارتباط باشید. همون شماره تماسی که براتون اطلاعات روی واتساپ و اسمس ارسال شده. در حین دور سوالاتی که از جناب دکتر دارید رو میتونید توی قسمت پیام خود را وارد کنید، تایپ بکنید و سوالات خودتون رو ارسال بکنید. ما اینجا سوالات رو پرینت میگیریم، حضوراً خدمت جناب دکتر میدیم. اگر در واقع بین تایم سمینار فرصتی باشه، ایشون بری که بدن، سوالات رو خدمتشون میدیم، مطالعه میکنن و تو ابتدای سکشن بعدی و همچنین پایان سمینار خدمتون در واقع سوالات رو پاسخ میدن. اگر هم سوالاتی هست که مرتبط با مباحث سمینار جاری نیست، اونها رو هم بفرستید، توی فرصت مقتضی برای جناب دکتر ارسال میکنیم، پاسخش رو مکتوب براتون میفرستیم. دوستان عزیز، ابزارهایی که توی این سامانه اسکای روم هست در اختیارتون رو میتونید استفاده کنید. چون تعداد نفرات زیاده و تایم محدود، شاید خیلی فرصت ارتباط صوتی گرفتن یا تصویری نباشه. سوالاتتون رو بیشتر به صورت تایپی ارسال بکنید و کافیه که فقط سوال رو بفرستید، نیازی نیست دست بگیرید یا قبلش اجازه بگیرید، موردی نداره. شما به لحظه که سوالات رو ارسال بکنید، ما پرینت میگیریم و توی فرصت مختزی جناب دکتر پاسخگو هستن. من خواستم یه عرض ادبی بکنم. این ورکشاپ رو ما در دو قسمت ارائه میدیم. قسمت اول که به بحث در واقع بیشتر انواع عیوب و تفسیر عیوب در فیلم‌های رادیوگرافی می‌پردازه. اگر فرصت شد، مباحث روش‌های نوین رادیوگرافی رو هم توضیحاتی خدمتون میدیم. اگر هم نشد، انشالله در سمینار بعدی، بستگی داره که با چه سرعتی مباحث پیش بره. در حین دوره سعی بکنید تا حد امکان از صفحه نمایشگر بزرگتری استفاده کنید تا از دیتیل پاورپوینت ها و اسلاید هایی که آقای دکتر استفاده میکنند بتونید بهتر برداشت بکنید و همچنین اینترنت پرسرعت. اگر با لپتاپ یا پی سی متصل هستین، سعی کنید از اینترنت ADSL پرسرعت یا 4G گوشیتون به صورت هاتسپات استفاده کنید که قطعی اینترنت هم نداشته باشید. در نهایت سوالی که رایج پرسیده میشم جواب میدم، این که این فیلم این جلسه رو بعد از اینکه در واقع حالا اصلاحات روش انجام شد، ویرایش شد و حجمش معقول شد، ظرف یکی دو روز آینده در اختیارتون میذاریم. پایان این سمینار یک قرعه کشی در خدمتتون هستیم. دوستانی که در پایان سمینار حضور دارن و آنلاین هستن و به تمام دوستانی که تا پایان سمینار با ما همراه باشن، گواهی حضور در سمینار صادر میشه و خدمتشون ارسال میشه به صورت سیستم گواهی دیجیتالی که شرکت صنعت مشاور به صورت روتین توی سمینارهاش صادر میکنه و در اختیار دانشپذیران میذاره. من خیلی دیگه بیش از این مصدع اوقاتون نمیشم. کلاس و جلسه رو در اختیار جناب دکتر ابراهیم حشمت دهکردی قرار میدم. من تصویر رو قطع میکنم، تصویرهای دکتر رو در واقع وصل میکنم و ایشون در خدمتون هستن. کلاس در خدمتون. بسم الله الرحمن الرحیم. به هر حال خیلی خوشبختم که فرصتی حاصل شد از طریق شرکت صنعت مشاور بتونیم چند ساعتی در خدمتتون باشیم و یه مقدار مباحث پابلیکیشن ها در حقیقت ساخت ها و مسائل عیوبی که در فرآیندهای ساخت به وجود میاد و نحوه شناخت اونا در خدمتتون باشیم و ببینیم چه کار میتونیم، چقدر مهمه این عیوب و چقدر تعیین کننده هستن.
شما استحضار دارید که یکی از فرایندهای ساخت پس از ریختگری و آهنگری و اینا فرایند جوشکاری هست. جوشکاری یک فرایندی است که به مهارت پرسنل بسیار وابسته است. اگر جوشکار مهارت داشته باشد یه جوشکاری سالم تولید میکند، اگر مهارت نداشته باشد کارا خراب میکند. به طور مثال چیزی که ما حالا تو این کارگاه ها و تو این برجا و مخازن و اینا میبینیم، خیلی اوقات جوشکاری هایی که روی استینلس استیل ها انجام شده، اگر جوشکار ناشی باشد خب یه بار مجازیم تعمیر کنیم، ولی اگر قرار شد دوباره همون جوشکار تعمیراتش رو به درستی انجام ندهید و بریم تعمیر دوم و بریم تعمیر سوم، اصلا و ابدا اون استینلس استیل دیگه یه قرون هم نمیارزه، چون بسیار حساس به کاربرد، تشکیل کاربرد کروم میشه و خوردگی مرزدانه‌ای و مسائل از این قبیل. پس بنابراین بعضی آلیاژ ها را مثل کربن استیل نمیشه به تکرار تعمیر کرد. حتی همون کربن استیل معمولا تعمیر سوم دیگه زیاد توصیه پذیر نیست. پس بنابراین یک بار جوش میدیم به درستی، اگر عیوبی ظاهر شد بعد اون تعمیرات انجام میدیم، و الا قرار نیست ما از صبح تا شب یه جوشکار بیاد جوش بده اندیتی کنیم بگیم آه اینجاش کلوسیتی هست، اینجا لاکافیوژن هست، اینجا لاکاف پنتریشن هست و باید اینجور شکافته بشه دوباره جوشکاری بشه و اینا. این اصلا چیز نیست، کار خوبی نیست و پیشرفت کارتون هم بسیار ناچیز هست و اصلا تمام متریال رو خراب میکنید اینطوری. پس بنابراین ما کاری که باید بکنیم اینه که عیوب جوش ها به طور کلی حالا بشناسیم، بعد که شناختیمشون علت به وجود اومدنشون هم بدونیم و راه های جلوگیری از به وجود اومدنشون هم توصیه کنیم. منتها پس از این چیز حالا ما یک تکنیک هایی هم باید توی NDT به خصوص تو RT رعایت کنیم که یک کیفیت تصویر فیلم خیلی خوبی به دست بیاریم که بتونیم عیوب تو این فیلم ها تشخیص بدیم و به درستی قضاوت کنیم. پس بنابراین یک، ما میخواییم عیوب جوش ها بفهمیم چی هستن به طور کلی، چرا به وجود میان، چون خیلی اوقات شما یه جوشکار را هی مرتب تعمیر میدید که آقا اینجاش اینجوریه اونجاش اونجوریه، اولا که این از فوری میگن خب اگه خودت میتانی بستان بزن دیگه، ولی ما قرار نیست جوشکاری کنیم، ما قراره بازرسی کنیم، ما قراره که توصیه های لازم را به جوشکار بکنیم که چه کار بکن که این عیب به وجود نیاد. این خیلی مهمه، یعنی کسانی که پشت ویور میشینن و تفسیر میکنن بایستی بدونن که چرا عیوب به وجود اومده و جوشکار چه باید بکنه که این عیوب به وجود نیاد. این از همه مهمتره، چون بعضی اوقات با این اوضاعی حالا که به هر حال فشار اقتصادی که وجود دارد، خیلی این جوشکارا واقعا به نون شب نیاز دارد، به هر حال باید شب نون ببرن خونشون، و اگر شما به خاطر تعمیرات مکرری که بهشون میدید از سایت بیرونشون کنن، یه جوری بین خودتون و خدای خودتون دچار گرفتاری میشید که آقا عجب چه کاریه، من این پسر را بنده خدا بیرونش کردم و این شب نون خونه میبرد و اینا، و یه جوری خودتون متاثر میشید. لذا باید بدون عیوب جوش چطوری به وجود میاد و چه کار کنیم که به وجود نیاد. حالا اینجا یه سری به اصطلاح عیوبی هست که من خیلی مختصر، زیاد نمیخوام دیتیل وارد بشم، ولی خیلی مختصر میام وارد این کار میشم. ویلدینگ دیفکت، بعضی اوقات میگن ویلدز دیفکت، به هر حال ویلدینگ دیفکت یا ویلدز دیفکت هر دوتاش یکیه، عیوب جوشکاری یا عیوب جوش هر دوتاش به یه مضمونه. ببینید عیوب کلی جوشکاری اینا هستن و ما انتظار داریم که به صلاح دوستان ما که سر این کلاس نشستن و این مباحث ها یاد میگیرن حتما عیوب جوشکاری ها اصطلاح انگلیسیش هم بدونن که دوچاره وقتی میخوان ریپورت بنویسن دقیقا از همین
واژگان انگلیسی استفاده کنن. درسته ما فارسی زبان هستیم، ولی خب میگه تو کارهای بین المللی واقعیت اینه که با همین عیوب در حقیقت سر و کار داریم و با همین اصطلاحاتی که استفاده میشه. ببینید اینا کل عیوب جوش هستن، اوورلپ یا اوررول، آندرکات یا زیر برش. الان اینایی که من خدمتتون عرض میکنم تو فرهنگستان ادب و زبان فارسی هم با همین اصطلاحات ثبت کلی شده، ثبت ملی شده و دیگه ما آندرکات ها با همون کلمه زیر برش استفاده میکنیم دیگه، نمیگیم گود افتادگی و نمیدونم سوختگی و اینا، اصلا استفاده میکنیم. اسلگ اینکلوژن، آخال گلجوش، روت کانکویتی، تقعر در ریشه، شرینکیج گروپ، کشیدگی به صلاح شیار در بغلای ریشه جوش، لکافیوژن، ذوب ناقص، پروسیتی، تخلخل، جوینت میس الائمنت به صلاح عدم همترازی، لکافنیتریشن، عدم نفوذ یا فقدان نفوذ، ویل کرکینگ میشه ترک خوردگی جوش. گلای خود ویل کرکینگ خودش چندین نوع کرکینگ ما داریم، منتها خب الان ما به صورت عام میگیم ویل کرکینگ. تنگسن اینکلوژن، آخال تنگسنی، کاپر اینکلوژن، آخال کاپری یا مسی، برترو سوختگی داخلی، کراتر پایپ به صلاح چاله دهانه انتهایی جوش، آرکستریک لکه اوس، اسپاتر پاشش و این کمپلیت دفیل گروه، گروه های پر نشده که بعضی اوقات ما بهشون میگیم پورکپ یا اندرفیل یا به صلاح جوش هایی که هنوز نیاز به یه مقدار مذاب دیگه روی کپ داره. بله خب نگاه کنید اوورلپ چرا اینقدر برای ما مهمه؟ به خاطر اینکه این محلی که شما میبینید اینجا، این محلی که اینجا میبینید، این ولد متال با این امتزاج پیدا نکرده، یعنی اینجا یه ناپیوستگی هست، یک روی هم افتادگی داریم که اینجا ضربات قوس نتونسته این بیس متال ها امتزاج بدید با اینجا، لذا اینجاها خیلی مستعد ترک هست. اگر ترکی بخواد بخوره از اینجا شروع میشه. حالا شما همیشه فکر نکنید که جوشاتون توی حتی سازهای استاتیکی همیشه سر جاشون ثابتن، هیچ نیرویی هم بهشون وارد نمیشه. چرا؟ وقتی شما یه خط لوله رو مثلا دارید اجرا میکنید، یه خط لوله وقتی رو کانال عبور کرده تا زمانی که حالا کلن جوشکاری تمام نشه، جوشکارا از این به عنوان جوشکارا و عوامل اجرایی به عنوان پل استفاده میکنن، مرتب از روی میرن پایین میان بالا و اگر یه جای ناپیوستگی هایی باشه ممکنه باعث ترک بشه و منشأ ترک ها از اوورلپ ها باشه. پس به این خاطر ما میگیم که چیزه معمولا نقصی در کنار یا ریشه جوش که به علت جاری شدن فلز جوش بر روی سطح فلز پایه ایجاد میشه بدون اینکه ذوب و جوش خوردن با آن انجام شد، یعنی اونجاهایی که اوورلپ میبینید زیرش ناقصه، اتصال ناقصی دارید و امتزاج ندارید. نگاه کنید اون بالا مالا این اوورلپ ها نشون میده علت به وجود اومدن. شما میخواید میبینید جوشتون اوورلپ داره، خب چه به جوشکار چی بگید؟ چیکار کنید؟ سرعت حرکت کمتر از حالت نرمال یا طبیعی، یعنی دستش را زیاد نگر میدارید و سرعت پیش روی دستش کنده، زاویه نادرست الکترود، استفاده از الکترود با قطر بالا، آمپراژ خیلی کم. آمپراژ خیلی کم ها به این خاطر میگن که حرارت لازم را تأمین نکردید و لذا بیس ها نتونستید ذوب کنید. ولی جوشکار هم همیشه بدونید این جزء چیزشه، فرهنگشه، و چون به هر حال این کارهای جوشکاری به صورت کنتراتی انجام میشه و کیلویی انجام میشه، جوشکار دوست دارد الکترود قطور استفاده کنید که سرعت پیشروی جوشش خیلی چی باشه؟ زیاد باشه. پس بنابراین یا الکترود ضخیم یا آمپراژ کم یا زاویه نادرست الکترود، خیلی اوقات زاویه نادرست الکترود واقعا تنگ کننده است، و کند حرکت دادن دست جوشکار. ببینید من الان این اسلاید خیلی قدیمی، من خودم خجالت میکشم از اینکه هنوز من ننوشتم سوختگی یا بریدگی کنار جوش. این دیگه شده زیربرش، زیربرش جوش،
به وجود آمدن یک شیار بی‌قاعده روی فلز پایه در اطراف خط جوش و گود افتادگی کناره یا زیربرش بهش میگن اندرکات. علت به وجود آمدن جریان جوشکاری بیش از حد زیاد. آره، چون عرض کردم جوشکار دو تا چیزا خیلی دوست داره، الکترود ضخیم و آمپراژ بالا. پس جریان جوشکاری زیاد باشه ما اندرکات یا زیربرش حتما خواهیم داشت. سرعت جوشکاری خیلی زیاد، دستش خیلی سریع ببره جلو، زاویه الکترود سریع نباشد، موجدهی الکترود بیش از حد باشه، ویوینگش خیلی دامنه دار باشه، خیلی وسیع دستش ها باز کنه دو برگردونه دو اینا، و الکترود خیلی قطور. نگاه کنید اینا برای ما خیلی تعیین کننده هستن، این اندرکات ها. چرا؟ چون حتما استحضار دارید که وقتی شما میرید مغازه پارچه فروشی پارچه کچلواری میخواید بخرید، خیلی هم محکم هم چیز هست، اون بزاز یا پارچه فروش میخواد پارچه به شما بفروشید یا پاره کنید، یه دمقیچی میزنید و اینطوری راحت پارچه را میشکافید. توی اتصالات مکانیکی هم همینطوره. اینجا اگر یک چاکی باشه یا اینور یا اونور و تو ریشه هر کجا از این چاکا وجود داشته باشه، به راحتی این محل محل تمرکز تنشه و تمرکز تنشی حدود 5 تا 7 برابر روی این نقاط به وجود میاد و اگر یه نیروی جزئی یا یه تنش کمی روی این سازه اعمال بشه، بلافاصله از این اندرکات ها جوشتون با شکست روبرو میشه. من بارها دیدم این جرثقیل های تابرکرین ها، اینا که توی خانه سازی و نمیدونم پروژه های صنعتی تابرکرین استفاده میکنن، خرپاهای فلزی، این شبکهشون خرپاهای فلزیه و اونجا اندرکات ها بسیار تعیین کننده به خاطر شکست غافلگیرانه. پس اندرکات ها با چشم دیده میشن از بیرون، با چشم دیده میشن از بیرون، حالا یا تو ریشه یا رو کر، هر دوتاش خوب نیست، هر دوتاش مضره و بایستی به نوعی ما اینا را در ابتدای عملیات جوشکاری اگر دیدیم کار جوشکار با اندرکات زیادی روبرو هست، حتما توصیه های لازمه همون اول کار بهش بکنیم، نرد کار را انجام بده بعد بیاییم بگیم وای چقدر اندرکات داره، من چطوری این کار را به کارفرمام تحویل بدم؟ شما بالاخره یه بازرس بینابینی هستید، این کار را تحویل گرفتید، باید به کارفرماتون تحویل بدید یا به بازرس کارفرماتون تحویل بدید این کارا. بلافاصله اون میگه چرا اینا اینجوری جوش داده، چرا اینجوری تحویل گرفتی، من اصلا اینا قبول ندارم، من دستمزد نمیدم بابت این کار، این کار خرابه، همشو باید از نو دوباره یا ببرید بدوزید مثلا جوش بده، یا اینکه اینا رو باید تعمیر کنید. لذا تعمیرات اندرکاتا به نوعی ما اینا را بلند میکنیم. بلند یعنی کور کردن، یعنی اینجا را که این تیزی هست یا اینجا هست با یه سنگی یه خود شعاع اینجا را زیاد میکنیم یا شعاع اینجا را زیاد میکنیم. اگر دیدیم خیلی گود شد که از زخامت اصلی ورق افتادیم پایین تر، با یه الکترود لاغر اینجا را پر میکنیم. منتها خیلی این وقت میبره، خیلی هزینه میبره، لذا بهتره از همون اول به جوشکارتون توصیه کنید که چطوری جوش بده که اندرکات به وجود نیاد. به هر حال اینجا یک محلی بوده یه اندرکات به وجود اومده، تو جوش فیبت اینجا یه اندرکات اینجا دارید، اینجا را سنگ زده خالی کرده، بعد با یه مذاب با الکترود لاغر که عرض کردم خدمتتون پر کرده و دیگه میرید برای استفاده corrected by an additional pass، با یه پاس به صدا اضافی. بلی اندرکات ها حتما بدونید که تو جوش ها به وجود میاد، هرچه جوش بدید، پایپینگ، بسل، استرکچر، همه جا اندرکات میتونه به وجود بیاد. فقط یه دانش ابتدایی یا آموزش ابتدایی به جوشکار که علت وجود اندرکات اینا هستن، این نکات ها رعایت کن. نگاه کنید اینا اندرکات هم. خب اینا محل بسیار مناسبی برای رشد ترک هست. فیلم این قطعه هم اگر نگاه کنید، حالا اگر فیلمی ما بگیریم از این یا رادیوگرافی بکنیم از این سرجوش، تمام این نقطه ها، این چاله ها به صورت یک خط کانتینیوس سیاهی رو فیلم به وجود میاد.
پس ما که داریم رادیوگرافی میخواییم یاد بگیریم و تفسیر میخواییم یاد بگیریم، وقتی یه فیلمی هم گذاشتیم پشت ویور و دیدیم یه سری خطوطی کنار جوش نگاه کنیم، ای ورد متالتونه، ای بیس متالتونه، درست کنار جوش روی بیس متال. همیشه سوالای ما عمومه که سوال میداریم برای نظام مهندسی یا برای دانشجوانی که کارشناسی ارشد میخواستن امتحان بدن، ما ازشون سوال میکردیم، یکی از سوالات این بود که آندرکات محلش روی ورد متاله یا روی بیس متاله. همطور که ملاحظه میکنید آندرکات جاش روی بیس متاله، روی بیس متاله، نه روی ورد متال. نگاه کنید الان من این فیلم رادیوگرافی که اینجا میبینم، نگاه کنید، این یه دانسیته هست، بله بله، این یه دانسیته بیسه، این دانسیته ولده. اینجاها نگاه کنید، این دانسیته این نقطه، دانسیته این نقطه و دانسیته این نقطه از بیس هم چیه؟ بیشتره، یعنی تاریکتره، دارکتره، یا اینجا مثلا دارکتره، یا اینجا دارکتره، یا اینجا دارکتره. و این نشون میده که این نقاط از تیکنس خود پلیت یه مقدار چیه؟ پایین تره. و خب در اونجا ضعف زیادی وجود داره، درست همون دمقیچی اون بزازه که زده توی پارچه، به محض اینکه فشار بیاد به اون نقاط جوش سریع‌تر با شکست روبرو میشه. پس من فیلم ها که میذارم پشت ویور به عنوان این مفصل، بعد از که جامو خوب درست کردم و به قول معروف دارک آداپتیشن برای چشمان به وجود اومد و چشمان به تاریکی عادت کرد و اینا و شروع کردن به خوندن، تا فیلم ها گذاشتم اول نگاه میکنم دور ویلد متال ببینم آندرکات دارم یا ندارم، چون آندرکات یه عیب رایجیه، خیلی جاها ما داریم و اصلا چیزی نیست که بخوایم بگیم که نه آندرکات اصلا وجود نه آندرکات همه جا میتونه وجود داشته باشه و خیلی عیب رایجیه. یکی از عیوب دیگه آخالای سربارهی یا گل جوشه. گل جوش ناخالصی هاییست که از پوشش الکترود یا از فلاکس یا از به اصطلاح مواد سرباره ساز توی جوش گیر میکنه و اگر جوشکار اینا معمولا این سرباره ها دانسیتشون از فلز اصلی کمتره و اینا اصولا باید وقتی مذاب درست شد به خاطر اختلاف دانسیتشون شناور بشن و بیان روی کجا؟ روی کپ، بیان روی گرده جوش، حالا روی هر پاس بیان روی گرده همون پاس. و جوشکار وظیفه دارد که گل هر پاس را بزنه، تمیز کنه، حالا چه با چکش گل زنید، چه با برس سیمی، و پاسهای بعدی ها روش بریزه. اگر این کارو نکرد حتما بدونید که این گل بخش عمده ایش تو جوش جا میمونه و شما مثل اینه که یه بتونی ها ریختید یه تیکه چوب توش جا مونده، اون بتون در اون نقطه ای که اون چوب توش مونده ناپیوستگی دارد و تحمل تنش و بالای دینامیکی را نخواهد داشت. معمولا اطراف پاس ریشه خیلی این امکان داره، نگاه کنید اینجا و اینجا احتمال گیر افتادن گل جوش خیلی زیاده، چون این زاویه خیلی تیزه، این زاویه خیلی تیزه و خیلی اوقات برس گلزنی یا چکش گلزنی نمیتونه گل این نقاط ها بزنه. یا رو پروفیل هایی که سطوح ناصاف دارن نگاه کنید، اینجا این یک پاس، این یک پاس، بین این دو تا پاس یک گل جوش اینجا جا میمونه به خاطر که این چاکی که به وجود اومده گل اونجا گیر کرده. پس علت به وجود ناخالصی های سرباره تو جوش عدم تمیزکاری کافی گل جوش بین پاس های متوالی، آلوده بودن سطح اتصال آماده شده، جوشکاری بر روی یک سطح با انحنای نامنظم، نامناسب بودن سرعت جوشکاری، بله اینم میتونه باشه، طول قوس خیلی زیاد، جوشکار دستش ها بگیرد بالا یا طول قوسش خیلی بالا باشه. به هر حال این جوش که اینجا هست کاملا متالیک نیست، یه جاهاییش نان متالیک توش هست و یک کامپوزیتی از متال و نان متاله، ولذا این استحکام اون جوش 100% متالیکا نداره. پس اسلگ اینکلوژن را متوجه شدید؟ نگاه کنید
این استگ انکلوژن ها معمولا شانسی بیشتر در یک چهارم ویلد متال دارن. نگاه کنید یه ویلد متاله، حالا گوش ببینید اینجا این ویلد متالتون اینقدر پهنا دارد، درسته؟ اینجا میشه درست ریشتون، حالا درست این خط وسط که ریشه هست، یه دوم با این طرف یه دوم این طرف احتمال گل به دام افتادن خیلی زیاد هست. مثل اینجا نگاه کنید، این تقریبا توی چهارم تیکنسه، این تقریبا توی چهارم پهنای ویلد متالتون. به هر حال یه جوری دیگه هم گلهای جوش ها میتونید تشخیص بدید و اون این که این گلهای جوش به صورت دمدار هستن، دنبالدار هستن، ببینید تیل دارن، تیل یعنی دم. ببینید این تا اینجا بوده، یه تیکه دوباره سرش چی شده؟ اضافه شده. یا این تا اینجا بوده، یه تیکه دوباره سرش چی شده؟ اضافه شده. اینا همینطور. اون وقت رنگ گلهای جوش هم یه مقدار دارک دارک نیست، یه مقدار خاکستری و گریه، در حقیقت از رنگشون هم میتونید تشخیص بدید که این گل جوشه یا پروسیتیه یا عیوب دیگه است. پس مفسر به طریقی دیگر میتونید گلای جوشا بشناسید. یکی آدرسشون رو فهمیدیم که تقریبا روی یه چهارم پهنای گرده جوش خیلی شانس زیادی دارن که وجود داشته باشن، چون اونجا اون پاس ریشه را که میزنید گل این دست و گل این دست ها برسش نمیرد پایین که گل را بردارید، مگر اینکه بازرس که شما ها باشید یه تیکه اره شکسته به جوشکار بدید که آقا این گلای پاس ریشه تا از این کناره ها یکی از این ور یکی از اون ور بکش و گلا را در بیار و روی گلا جوش نده، و الا مکافات ما خیلی زیاد خواهد شد، چون به خصوص تو فیلم های رادیوگرافی گلا دیده میشن، گلا خیلی قشنگ دیده میشن و همه چیز اوریان میشه دیگه، دیگه کاریش نمیشه کرد. خیلی خوب، تقعر در ریشه جوش یا به صلاح روت اندرکات چیز کانکاویتی اتروت، کانکاویتی اتروت یا تقعر در ریشه، ببینید اینجا جوشتون یه مقدار ساکبک کرده، یعنی مکش به عقب، یا اندرواشینگ هم میگن، اندرواشینگ، ساکبک، و یه عیبیه که به صورت مثل عدم نفوذه ولی شلوه، یعنی این دهانه خیلی بازه، مثل لک آف پنتریشن نیست که یه تنگه یک تا سه میل باشه، یه مقدار بازتره و زیر تاقی ماننده، کاملا مشخص. حالا چه موقع ما اینا این تقعر در ریشه را بگیم که عیب؟ به خصوص خیلی از استانداردها وقتی تقعر در ریشه را میگن عیب، که دانسیته رادیوگرافیک فیلم در این نقطه، در این نقطه، در این نقطه که مال تقعر در ریشه است، از بیس متال بیشتر باشه. یعنی اگر این از ضخامت بیس متال کمتر شد، حتما تعمیر میدید. حتما چی؟ تعمیر میدید، چون ضخامت ها در کانکاویتی اتروت ندارید، درست شد؟ پس بنابراین فهمیدیم تقعر در ریش در جوش چی هست، شکل ظاهریش سه بعدیش اینجوریه، توی فیلم های رادیوگرافی یه خطی وسط جوش به وجود میاد، خطی که به تدریج در مرکز دانسیتش خیلی بالاست، به تدریج دانسیته کم میشه به طرف های چپ و راست، و عرضم به حضور شما دهانش به صورت شالو یا یک حفره خیلی دهن بازی که قطرش از عمقش بیشتر هست خودشو نشون میده، و این تا زمانی که از تیکنس پایین تر نیفتید میتونید اکسپتش کنید، ولی اگر از تیکنس پایین تر افتادید، تیکنس یعنی چی؟ یعنی اینکه این ارتفاع از این تیکنس کمتر، اگر شد تعمیر میدید، اگر نشد اشکال میدید. منتها خب استاندارداتون هم باید ببینید چقدر مسئله دارید. علت به وجود اومدن
روت فیس خیلی باز باشه یا بزرگ باشه، روت فیستون یا پیشانی جبهه جوش خیلی بزرگ باشه، انرژی قوس ناکافی باشه، یعنی 2 آمپر باشه، نتونید مزابا بفرسه توی دهانه، دمیدن بیش از حد گاز در پشت جوش هنگام جوشکاری به روش تیک. خیلی اوقات ما پایپینگ که جوشکاری میکنیم اگر با آرگون کار کنیم، به خصوص رو استنلس استیلا، مثلا یه لوله 6 اینچی فرض کنیم استنلس استیل داریم یا 4 اینچی استنلس استیل داریم، میخوایم یا جوشکاری کنیم، به خاطری که جوشتون پشتش نسوزه، شما مجبوری دو طرف لوله را آرگون پرش کنین، یعنی گاز آرگون را بدید توی لوله و از اون طرف آزاد بشه آرگون، حالا یه خود فشار نسبی بگیرید، ولی خب فشار نسبی خیلی زیادی هم نگیرید. اینا میگن پرش کردن یا دمیدن گاز در پشت جوش، به خاطری که اگر این گاز آرگون را پشت جوش ندمید، در حقیقت آلیاژهای زنگ نزن مثل 300 ها، آلیاژهای پای تیتانیوم، پای زیرکونیوم، اینا خیلی فلزات اکتیوی هستن و خیلی راحت اکسیده میشن. لذا برای که پشت جوشمون نسوزد، از دمیدن گاز در پشت جوش حتما باید اطمینان حاصل کنیم. حالا میگه اگر شما گازا پشت جوش خیلی فشارشا برید بالا، اون وقت مزابتون نمیرید پایین و یک کانکویتی اتروت براتون به وجود میاد. انقباض یا کشیدگی در شیارام، اینا را میگن شرینکج گروه، اینا میگن شرینکج گروه، به خصوص جوشهایی که پشت بند دارن و اینجا مزاب خودشا جمع که میکنید، حجم لازم را دیگه از دست میدید، اون حجم مزاب میخوره کوچیک میشه و بهش میگن یه شیار کم هم که در اثر انقباض در امتداد هر طرف از دیواره نفوذی به وجود میاد و کشیدگی یا انقباض در شیار میگوید. ذوب ناقص، ما یه عیبی داریم بسیار مهم و چیزی مثل ترکی برای ما، ببینیمش نمیتونیم ازش بگذاریم. شما به عنوان مفسر و از خود ذوب ناقص دارید یا لکاف فیوژن دارید، نمیتونید بگید لکاف فیوژن مهم نیست که، اصلا مشکلی ندارد که نه، حتما باید تعمیر بدید، حتما. به خصوص تقریبا لکافیوژن ها هیچ استانداردی BC01C API 11C4 نمیدونم ازمی ها، همه اینا در حقیقت لکافیوژن ها مثل ترک میبیننش. مثل چی؟ ترک. حالا این چرا به وجود میاد لکافیوژن؟ جوشکار خیلی اوقات فیس های جوش ها، یعنی این رویه و این رویه را که ما باشون میگیم فیس، اینا را خوب با سنگ فرز تمیز نمی کنه، روی لبه های کثیف و اکسیدی و اینا جوشکاری می کنه و یه جای این دوتا مذاب تو هم دیگه امتزاج پیدا نمی کنن، این دوتا مذاب اینجا تو هم امتزاج پیدا نمی کنن، یا این مذاب با این دیواره تو هم امتزاج پیدا نمی کنن. وقتی امتزاج پیدا نکردن، اگه یه بار سیکلی رو این جوش بیفته، این جوش به راحتی ترک میخوره و دیگه نمیخواد دنبال کسی بگردید. به محض اینکه رجوع کنید به فیلم رادیوگرافی این دوتا سرجوش، میتونید که بفهمید که جوشتون دارای لکافیوژن بوده و بازرس اصلا متوجه نشده و اوکی داده، یعنی گفته اکسپت. نه، اصلا و ابدا. این ای فاکتور تمرکز تنشش 8 تا 10. چقدر؟ 8 تا 10 برابر. یعنی اگر شما 5000 PSI رو این تنش اعمال کردید، وقتی این ای حضور داره، اون 5000 PSI تون 8 تا 10 برابر میشه و اون تمرکز تنشه باعث میشه که این جوش به راحتی چکار کنه؟ بشکنه. خیلی اوقات شما ها به هر حال همتون ماشاءالله یا متالورژ هستید یا صنعتگر هستید یا به هر حال با صنعت فلزی سر و کار دارید، ما خیلی اوقات میایم یه ترکی را بگیریم برداریم، مثلا این ترک را میخواییم برداریم یا این لکافیوژن را میخواییم برداریم، سنگ را که میگیریم که به اینجا برسیم، این ترک خودش 10 سانتی رفته جلوتر، چون تمرکز تنشش خیلی چیه؟ زیاده. لذا این عیوب خیلی تمرکز تنش بالایی دارن
و به هیچ عنوان اکسپت نمیشن مگر اینکه حتما تعمیر بشن. پس حالا علت به وجود اومدن این چیزا چی هست؟ حالا این عدم نفوذه میتونه چندین جا باشه، بین فلز جوش و فلز پایه، فلز جوش و فلز پایه، بین فلز جوش و بین فلز پایه و فلز پایه. بعضی اوقات ما دو تا قطره رو می‌خوایم جوش کاری کنیم، اگر ضخامتشون کم باشه دو تا قطره رو به رو هم می‌ذاریم، فقط قوس رو این مثلا برقرار می‌کنیم و دیگه فیلر نمی‌دیم، لذا اونجاها می‌تونه باشه. مثلا نگاه کنید شما دسته عینک رو می‌شکنید، مال عینک چون خودم بارها دیدم، این دو تا دسته رو می‌ذارن بغل هم، قوس رو برقرار می‌کنن، دیگه فیلر نمی‌دن که این اتصال برقرار بشه. پس بین فلز پایه و فلز پایه، بین فلز جوش و فلز جوش، بین دو تا پاس متوالی، علتش سطوح و قطعات آلوده باشد و مانع زوج شد. مثلا نگاه کن تو جوش کاری آلومینیوم خیلی رایجه، برای که اکسید آلومینیوم تقریبا 2070 درجه سانتیگراد نقطه زوج بشه، ولی آلومینیوم 600-700 تا بیشتر نیست. پس بنابراین اگر اکسید آلومینیوم تو سطوح لبهاتون به وجود بیاد، دیگه شما نمیتونید ذوبش کنید اون لایه اکسیدی ها، و اون لایه اکسیدی میمونه، مذاب هم روش میاد ولی پیوندی برقرار نمیشه. پس بنابراین سطوح و قطعات آلوده باشن و مانع ذوب شدن. آمپر دستگاه جوشکاری خیلی کم باشه، آمپر خیلی زیاد باشه به طوری که سرعت انتقال الکترود زیاد باشه و یک عدم ذوب در لایه های فلز به وجود آید. نگاه کنیم یه لوفه، ببینید این خط سیاهه، یه عدم پرشدگی اینجا، بین این دوتا اتصالی برقرار نیست، یا نگاه کنید بین اینجا اتصال برقرار نیست. این خط سیاهه رو فیلمای رادیوگرافی هم یه خط سیاهی به وجود میاد که حالا میبینیمشون که چطوری هست و کجا شما دنبالش بگردید. لکا فیوژن، حالا این تصویر خوبی نیست، لکا فیوژن حالا یه جاهای اینجاها دارید، حالا اگر این اسلاید هم خیلی مناسب باشه چون عیوب دیگه هم داره، نگاه کنید اینجاها بین این دوتا یه لکا فیوژن یا بین اینجا و اینجا وجود داره، اینجا بین این دوتا، ولی این تصویر خیلی شارفی برای این صحبت من نیست، برم ببینم تصویرهای دیگه دارم یا نه. حالا میرسم یه جاهایی که لکا فیوژن ها تصویر رادیوگرافیک شو به شما نشون میدم. تخلخل یا پروسیتی، به صدا پروسیتی ها یا تخلخل حفرات گازی هستن. حفرات گازی اگر بتونن شکل بگیرن کروی میشن، مثل همینطوری که اینجا کروی هستن، و اگر خیلی ریز باشن بهشون میگیم پینهول. پینهول معمولا اندازشون به اندازه سنجاق سر یقه 1.5 تا 1.6 میلیمتر بیشتر نیست، به اینا رو میگیم پینهول. پین همون سوزنه، مثلا سوراخی که به اندازه پینهول است که در هنگام انجماد فلز به وجود میاد. نگاه کنید اگر تو مثلا مذاب جوشتون گاز به وجود بیاد، گاز مثلا قطعه چربه، رو چربی ها شما جوشکاری میکنید، اون چربی ها حجم زیادی ها اشغال میکنن با تولید CO2، SH2، نمیدونم گازهای مختلف ها. این گازهای مختلف تو اصچه جوش گیر میفتن، اگر گیر میفتن به صورت حفره کروی، اگر کانتینیوسلی بتونن خودشون ها فرار بدن، یه حفره دراز شکلی به وجود میاد که به این میگیم ورم هول. این از لحاظ مکانیک شکست خیلی خطرناکتر از این حفره گرد است، چون این تنش روش تو سبولش یکسانه، ولی این تنش تو این سر و تو اون سر خیلی بیشتر از جانبا هست، و لذا این ورم هول را ما اجازه نداریم یه جاهایی داشته باشیم. حالا پروسیتی ممکنه به اندازه حفرات پین هول و اینا را بتونیم بگیم پین هول اکسپ، ولی ورم هول را خیلی جاها نمیتونیم اکسپ کنیم. حالا یه حفرات دیگه هم داریم، حفرات زیر پوستی به نام بلو هول، اگر قطرشون از 1.5 بیشتر بود بلو هول، اگر
ورمهول یا پایپینگ هم بهشون میگن، حفرات دراز شده یا حفره‌ای با مقطع لوله شکل. هالوبید یه عیوب حفره‌ای دراز شده تو ریشه جوشه، به خصوص API 11-04 به هالوبید خیلی حساسیت داره و میگه هالوبید اگر باشی تو پاس ریشه جوشه تا تعمیر بده که حفرات دراز شده تو ریشه نداشته باشی. اگر قطعات یا خیس باشن یا الکترود تو مرطوب باشید و جوشکار با الکترود مرطوب جوشکاری کنید یا صبح زود پیشگرم نکنید قطعات ها، یه عیبی برای ما به وجود میاد به اسم استخوان دم ماهی که اصطلاح انگلیسیش هرینگ بون پوروسیتیه، حفره‌هایی که به صورت بغل و بغل و به شکل استخوان دم ماهی هستن. علت چیه حالا که حفرات به وجود میان؟ رطوبت بیش از حد فلاکس. فلاکستون مرطوب باشه. فلاکس ها خوش کردن دارن، به خصوص توی زمستون شب اینا باید گرم نگه داشته بشن. مثلا فلاسکا دارید؟ فلاکس ها دارید؟ از که شد کارگاه فلاکس ها رو ول میکنید و میرید و خداحافظ شما، فردا صبح میاد میخواید ساعت 8 رو کارا شروع کنید، فلاکس ها رو بدون پیشگرم و بدون خوش کردن دوباره میخواید استفاده کنید، مطمئن باشید که 1001 برای شما تو جوشاتون به وجود میاد. حتی اینقدر ممکنه هیدروژن به وجود بیاد که جوشتون یه ترک سرتاسری 4 متر بخوره. پس فلاکس را خوش نگه داشتن یه هنره، به خصوص توی این ایام حالا نوروز ما ایرانی ها به خاطر اون وفاداریمون به چی میگن مراسم نوروز و اینا، کارگاه ها دیگه شب 25 و 26 یواش یواش کارگرها و جوشکارها و اینا از کارگاه خارج میشن و میرن پیش خانواده هاشون، برمیگردن نزدیک های 6 و 7 عید میان میخوان دوباره جوشکاری ها را بندازن. کارفرما پیمونکار میگه که زودتر 400 جوش بدید من یه بچ بفرستم برای کارگاه، پولش را بگیرم، حقوقتون را بدم، عیدیتون را بدم. به هر حال همه تو عجله هستن که کار انجام بشه. اگر فلاکستون مرطوب باشه همه کارتون خراب. رطوبت بیش از حد در هنگام آماده سازی مقاطع جوش. آره زمستون شب نمیزنه قطعه. و اگر قطعه را خوش نکنید و جوشکاری کنید، بدونید که تمام عیوب پروسیتی و ورمهول و نمیدونم همه اینا برای شما به وجود میاد. آلوده بودن لبه ها به پوسته لایه اکسیدی و غیره، به کارگیری جریان جوشکاری کم و یا زیاد، طول قوس بیش از حد. ما همیشه طول قوسمون باید در حد معقولی باشه، نباید خیلی جوشکار دستش را بالا بگیرد و الا حفاظت جوشش به درستی انجام نمیشه. آسیب دیدگی روپوش الکترود، بعضی اوقات بازرس هایی که یه خورده ناشی هستن، الکترودایی که زخمی هستن هم میبرن میدن به جوشکار، میگن اینا را مصرف کن بابا، نریز کپ کار با همینطور الکترود را. خب حالا اون بنده خدا میخواد یه کار اقتصادی بکنید، ولی جوشکاری با تجربه به هیچ عنوان الکترود زخمی ها تو امرور نمی کنه، چون میدونید هر کجا که روپوش الکترود افتاده باشه اون منطقه دوچاره عیب خواهد شد. پس الکترودهایی که روپوششون معیوب حساب کار نگیریم، تکنیک غلط موجه الکترود، دور شدن گاز محافظ از اطراف جوش مثلا در اثر وزش باد در سایت. خیلی اوقات شما جوشکاری میکنید، اگر تو باد جوشکاری کنید میبینید که باد تمام این گازهای محافظی که رنگ آبی دارن از روی جوش میبرد به جای دیگه و در حقیقت اون گازهای محافظ از روی سر جوش دور میشن و اونجاست که اکسیژن و ازوت و اینا میتونن برن تو جوش و جوش ها معیوب کنن. نگاه کنید پروسیتی ها را نگاه کنید، مارک کرده که تعمیر کنه، اینا پروسیتی هایی هستن که بسیار حالا عمیق هستن، مثل پین هول هستن ولی گول هستن و لذا باید این تیکه را یه سنگ بزنید خالی کنید و از نو دوباره چیکار کنید؟ جوش بدید. با این کار شما را خیلی زیاد میکنه. یه جوش که میتونست با یه بار جوش دادن کامل برید برای نصف، حالا دوباره هی باید بشکافیدش بار اول، اگر ناشی باشید بار دوم هم دوباره اینجوری، بار سوم دیگه اصلا باید کتوتش کنید یا یه فکری دیگه براش بکنید. نگاه کنید این سرجوش رو نگاه کنید، اینا پروسیتی لاین هم، یعنی حفرات گازی همون 1.5 میلیمتری حد اکثر
اومدن چسبیدن به هم و شدن پروسیتی لاین. ما این دوباره یه عیب طولیه برای من دیگه اون حفره 1.5 میلیمتری اینجا ندارم، اینا سرهم شدن، به خط شدن، به نوعی هم راستا شدن و اگر یک فشاری به این جوش بیاد، این جوش از همین وسط روی همین پروستی لاین ها چکار میکنه؟ چکافته میشه. اینا هم همینجا میبینید، اینجا یه سری یه انتهای کار نگاه کنید، این هیرینگ بون پروسیتیه، به صورت اینور و اینور میاد، حالا این کامل نیست ولی پروسیتی ها را میبینید اینجا، پروسیتی 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 پروسیتی. بعضی جاها هم حالا به هر حال اینجا هم یه خورده پروسیتی، یه خورده لکافیوژن هم من اینجا احساس میکنم دارم، ولی خب حالا اونقدر تاریک نیست که من بتونم تشخیص بدم. همراستا در مورد اتصالات جوش، اینا معمولا عیب به وجود میان. اینجا تو تصویرتون یه پله اینجا دارید، این تصویر پله توی جوش دیده میشه. عدم همراستا یک مشکل عمومی معمولی در آماده سازی جوش های لب به لب است و هنگامی ایجاد میشن که صفحات ریشه و صفحات اصال از سوزه پایه در محل درست خود برای جوشکاری قرار نگرفتن. این پله را باید ما اینجا سنگ بزنیم، این چیزی را میدید نباید سنگ بزنید، فارسی بر کنید که دیگه پله دیده نشه تا جوشتون یه مقدار بهتر بشه. این آمال ها عدم همراستایی متقطعی را نشون میده. نفوذ ناقص، خیلی اوقات ما نفوذ ناقص داریم. نگاه کنید اینجا ما یه اتصالمون این زیرش خالیه، این اتصال این زیرش خالیه. خب اینجا در حقیقت این اتصال یک اتصال کاملی نیست. معمولا ما قطعات یا که میخواییم به صورت تیشک جوش بدیم، خود این جوشکارا میگن که یه بادخور بذار حتما 1.6 میلیمتر به اصطلاح فاصله بنداز بین دوتا عضو و اگر فارسی برم بکنید اینا، یعنی اینا یه گروه اینجا بزنید یه گروه اینجا بزنید، وقتی جوشکاری میکنید با الکترود سلولوزی راحت این ریشه را چکار میکنید؟ پر میکنید، یا با پاس ریشه را اگر با سلولوزی بزنید این وسط هم پر میشه و جوشتون خیلی کامل میشه و دیگه به هیچ عنوان نمیشه. بعضی اوقات نفوذ ناقص ها میگن ان ادوکه جون پنتریشن یا لکاف پنتریشن، هر تاش درسته. علت به وجود اومد دهانه جوش خیلی عمیقه، ما لب سازی هامون رو درست نکردیم، فاصله بین دو قطعه خیلی کمه، طول قوس خیلی زیاده، دست جوشکار اگه بالا باشه انتخاب پولاریته اشتباه باشه، الکترود انتخاب شده خیلی قطور باشه، بازم ما پاسای ریشه را حتما با الکترود لاغر میزنیم، چون اگر الکترود زخیم برداریم معادل با قطر الکترود باید آمپرم ببریم بالا. ما هر 1 میلیمتر قطر الکترود 40 آمپر باید جریان بندازیم روی الکترود. لذا اگر یه الکترود 5 بردارید 5 تا 40 تا میشه 200 آمپر باید جریان ترانستون باشه. خب یه الکترودی که 200 آمپر روش چیز هست، جریان هست، به محضی که نزدیک شد به قطعات قوس برقرار میشه و مذاب به جایی که بره توی دهانه ریشه جوش بزنه همون بالا قوس برقرار میشه و مذاب دیگه نمیتونه بره تا ریشه را پر کنه. دهانه جوش خیلی عمیق باشه، فاصله دقیقه خیلی کم باشه، یا به اصطلاح جام بزنن، اصطلاحا خود جوشکارا میگن جام بزنیم، یعنی اینکه دو تا قطعه را تنگ هم بذاریم و وسطشون را قوس برقرار کنیم تا خودش بره پایین، که معمولا خوب نمیره پایین. طول قوس خیلی زیاد باشه، پولایتش باشه، الکترود باشه خیلی قطعی باشه، زاره میکنه و از آره در حقیقت اینا میشید علت به وجود آمدن لکاف پنتریشن. اصلا هم زیاد مناسب اون کار نیست. نگاه کنید این خطا میبینید، دیدش؟ این یکی از لبه های قطعاتون که ذوب نشده. معمولا ما یک خط صاف یا دو خط صاف موازی حالا تو این ندارم به اون خوبی، یک خط صاف یا دو خط صاف موازی خطوطی هستند که از لبه های پشت قطعه به وجود اومدن.
حالا یه کاشکی حالا مثلا از اینجاها به وجود اومدن، نگاه کنید یه لبه از اینجا یه لبه از اونجا، اون خطرها اونجا به وجود اومد. خب یا اینجا دوباره لکا فیوژن، لکا پنتریشن، نگاه کنید یه خطش ها میبینید، یه خطش هم جسته گریخته، ولی این دیگه زیگزاگ داره تا حدودی، این الو افه لکا فیوژن ها به قولی یه تیکه های هست یه تیکه های نیست، ولی لک آف پنتریشن یه خط صاف به شما میده یا دو خط صاف کامل به شما میده و معلومه که لبه ها را یا یه طرفه یا دو طرفه ذوب نکردید. ترک انواع و اقسام داره و فاکتور تمرکز تنش روی ترک ها 8 تا 10 چقدر؟ 10. عدم پیوستگی خطی ناشی از شکست ها ترک میگوین. ترک های جوشکاری، حالا ترک های ناشی از انجما، سالیدیفیکیشن کرک، این ترک هایی که در حین انجماد به وجود میان. ترک های ناشی از حضور هیدروژن ایندیوز کرکینگ، واقعا شما وقتی جوشکاری میکنید اگر رطوبت داشته باشید یا تو گازتون یا رو سطح قطعه رطوبت وجود داشته باشه یا تو فلاکستون یا هر کجایی اگر رطوبت باشه، این رطوبت هر یک سیسی آب میشه 1070 سیسی بخار آب و این تجزیه میشه به هیدروژن اتمی و اکسیژن و این هیدروژن اتمی در حقیقت تنها عنصری هست که کوچکترین عنصره و تو هستش هم نوترون وجود نداره، یه پروتون یه الکترون، هیدروژن یه پروتون یه الکترون، اصلا تو هیدروژن نوترون وجود نداره. لذا خیلی سبک باله، خیلی چابکه، از هر سوراخ سنبه خاص میتونه چکار کنه؟ عبور کنه. اصلا وزنه به پاش نیست که مثلا میخواد یه جایی بمونه. لذا هیدروژن اتمی از 20 سانتیمتر فولادن به راحتی چکار میکنه؟ عبور میکنه و میتونه یه جاهای انبار بشه و بشه هیدروژن مولکولی و باعث ترک خوردگی بشه. ترک یا پارگی سرتاسری هم یه عیبی دیگه است. ترک های ناشی از گرم کردن مجدد هم یه عیبی دیگه است. یا رهید کرکس. ترک های ناشی از انجماد ها که میبینیم، ترک هایی که در هنگام انجماد جوش به وجود میاد و ترک خوردگی گرم یا ترک خوردگی ناشی از انجماد میاد، در فولاد هایی که مقدار گوگرد بالایی دارن اتفاق میفته، ترک های ناشی از انجماد به صورت طولی و از مرکز جوش به صورت به طرف پایین اتفاق میفتن، ترک دهانه آتش بشان یک نوع ترک ناشی از انجماد است. نگاه کنید، میخواد بگه به شما مکانیزم به وجود اومدن ترک چیه، میخواد بگه چرا جوش ها ترک میخورن. نگاه کنید، این یه اسلایدی است که حالا اون زمان 1894 تو ASNT من اونها پیدا کردم، مکانیزم ها سولیدیفیکیشن کرکینگ، مکانیزم ترک خوردن. میگه این جهت انجماده که انجماد از بغلا داره میره جلو، این جهت انقبازه یا شرینکش، استرین یعنی کرنش انقبازی اینطوریه، جهت انجمادی اینجوریه و این دوتا باعث میشن که یه ترک این وسط به وجود بیاد به نام سولیدیفیکیشن کرک. پس اینکه جوش ذاتاً با ترک روبرو میشه به خاطر اینکه وقتی جوش داره سرد میشه دو تا سیستم تنشی روش اعمال میشه، یکی جهت انجماده که اینجوری میره جلو، یکی جهت کرنشه که اینطوری میخواد از وسط جوش رو چیکار کنه بشکافه جوش، همونجوری که اینجا ملاحظه میکنه. پس بنابراین خیلی عجیب نیست که ما ترک تو جوشمون به وجود بیاد، چون اصلا مکانیزم انجماد اینجوریه. نگاه کنید، سولیدیفیکیشن کرک، ترکایی که تو جوش به وجود میاد، ترک هایی که توی ریشه یا جاهای مختلف جوش به وجود میاد. یه ترکی دیگه هم داریم به نام ترک خوردنگ ناشی از مذاب یا لیکویشن کرکینگ. این نوع ترک خوردنگی ها جزء عیوب ناشی از انجماده، بیشتر توی جوش هایی که گوگردشون، فولادشون، فولادمون گوگردش بالا باشه، چون گوگرد با آهن ترکیبات با نقطه ذوب پایین میدن، اینا باعث لیکویشن کرکینگ میشن
که اینجا به شما توضیح میده این نوتراکولوژی جزو علوم ناشی از انجماد در مذاب فلز جوش ترکیباتی با نقطه ذوب پایین تر از فلز جوش به وجود میآید، همچنین ترکیباتی با نقطه ذوب پایین بیشتر در مرز دانه ها انباشته شده و سر ترکولوژی در منطقه هاز میشن. گوگل عامل اصلی این نوتراکولوژی. حالا اینجا نگاه کنید، دو تا ترک ها به شما نشون میده، اینا مال اسلایدای STM. اینجا نوشته ترانسفرس کرک، اینجا نوشته لانجیتودینال کرک. اینا رو من خودم از تو آلبوم این STM برداشتم. اینجا حالا ترک های طولیش باید این باشد، من یه جاهای پیداست یه جاهای پیدا نیست، این باید اینجا باشه در حقیقت. اینجا آره، حالا چشم آقای ناز متعدی از من بهترم ترانسفرسش هم باید اینا، یکیش هم من اینجا میبینم. خیلی باید یه خورده تاریک کنیم حقیقتا خوب ببینیمش. اینجا ها یه ترانسفرس هم اینجا داریم. ترکای عرضی ها میگیم ترانسفرس، ترکای طولی ها میگیم لانجیتودینال. ترک‌خوردگی ناشی از هیدروژن، حتما یادتون باشه ترک‌های ناشی از هیدروژن توی منطقه هز دیده میشن. توی منطقه چی؟ هیت افکتد زون. هیدروژن از سر قصوار جوش جوش میشه به صورت اتمی، با سرد شدن جوش هیدروژن اتمی نفوذ میکنه، ولی بعضی از اتم‌های هیدروژن در منطقه جوش به دام افتاده و به صورت مولکولی در میان، در اثر فشار ایجاد شده موجب ایجاد ترک میشن. به ترک‌های هیدروژنی ترک‌های سرد هم گفته میشن. ترک‌های هیدروژنی اسمای مختلف داره و موقعی که لازم شما تنه‌زدایی کنید، مثلا یه جوش یا به خاطر دفع هیدروژن، قرار نیست شما یه جوشکاری انجام بدید بعد 6 ماه دیگه بیاید حالا تنه‌زدایی بکنید، چون دیگه اون هیدروژنایی که تو جوش بود از حالت اتمی به تدریج خارج میشن، باندینگ برقرار میکنن، یعنی به قولی میرن یه هیدروژن اتمی دیگه را پیدا میکنن و با هم ترکیب میشن و میشن هیدروژن مولکولی. هیدروژن مولکولی ها از تو جوش به هیچ عنوان نمیتونید خارجش کنید. هر چی دیگه حرارت بدید هیدروژن مولکولی بسیار سنگین و لخته و از تو جوش دیگه بیرون بیا نیست. تا زمانی که مولکولی نشده شما باید عملیات پسگرم و تنه‌زدایی و همه اینا را انجام بدید، نه اینکه جوشکاری بکنید بعد بگید حالا وقتشو نداریم. بعد که پروژه میخواد پیش راه اندازی بشه میریم تنه‌زداییاشو میکنیم، نه دیگه، اون هیدروژن مولکولی میشه و گرفتاری براتون وجود میاد و اون وقت ممکنه هزاتون ترک خورده باشن. لذا یه روزی که دارید پروژه را جوش را تحویل میگیرید ترک نمیبینید، پیتی میکنید، آرتی میکنید، ترک نمیبینید، ولی بعد از یه مدت نزدیکای پیش راه اندازی که میاید تنه‌زدایی کنید جوش ها ترک دارن، چرا هست ترک خورده، و بدونید که ماله به صدا ترک های هیدروژنی هستن که یا بهشون میگن دیلی کرک، یا بهشون میگن ترک های تأخیری، یا بهشون میگن اندر بیت کرکینگ، تنش های زیر بستره، ترک های زیر بستره جوش، یا ترک های هیدروژنی. اینا همه اسامی مختلفیه که برای ترک های هیدروژنی به وجود میاد و خیلی اوقات هم حالا ممکنه تو توه و اینا هم به وجود بیاد، توی یقه پنجه جوش. توه را توی فرنگستان گذاشتیم پنجه جوش، قدیم میگفتیم پاشنه پنجه، همه چیز میگفتیم، ولی الان دیگه این انگش کوچیکه که آخرین نسا اینا بهش میگن توه در حقیقت. درست جایی که جوش ارتفاعش میفته بهش میگن توه جوش و اونجا این ترکایی بجنه ممکنه توی ریشه یا مکر به وجود بیاد. ترکیدگی یا پارگی سرتاسری تو جوش ها یه نوعه بی دیگه است که من یه خورده با سرعت بیشتری میگم که انشالله بتونیم نتمامش کنیم. ترک های پارگی های سرتاسری من شکلشان نشونتون میدم اینطوریه. ببینید این دوتا عضوان دوف کربون سی، این در این جهت تنش وارد کردید، در این جهت هم تنش وارد کردید، این باید از یه جایی بشکنید، از اینجا نمیشکنید، از اینجا نمیشکنید، بلکه از اینجا میشکنید. علت اینه که وقتی شما این عضو رول می کردید، این جهت رولینگ استحکام تو این جهت از همه جهات چیه؟
بیشتره. ولی این عضو وقتی رول میکردید استحکام در جهت ترو تیکنس خیلی بالا نمیره و لذا درست از موازی جوش ترک‌خوردگی به وجود میاد. اندربیت لاملار تیر نیرز هیت افکت زون، نزدیک چی؟ هیت افکت زون اینجا ها. یا نگاه کنید اینجا ها دوباره ها لاملار تیر پارگی سر تا سری ترجمه کردیم. آره مال علت جهت نورده اونجا خیلی که تنگ کنند. ترک‌خوردگی از گرم کردن مجدد. خیلی اوقات ما بعضی قطعات ها طب عظمی سکشن حالا 5 مثلا وقتی ضخامت از 19 میلیمتر میره بالا و جوش کاری میکنیم باید تنیزدائی بکنیم. بعضی سازها را توصیه میکنن که دیگه تنیزدائی نکنیم به خاطری که فولادهای خیلی پر استحکام هستن و این فولادهای پر استحکام مثل HSLA و اینا را میخواید تنیزدائی کنید، اگر ترک خوردن دیگه نمیتونید درستشون کنید و درست دیگه نمیتونید تعمیر مجددشون کنید. لذا این عیوب ترک‌های ناشی از تنیزدائی نیز معروفه و معمولا در منطقه حوض جوش رجوع میان، بیشتر برای فولادهای آلیاژه هنگام عملیات پسگرم و یا عملیات در دمای بالا به وجود میان. ترک‌های ناشی از عملیات گرم کردن مجدد در مناطقی که تمرکز تن زیاد باشد و عیوب در منطقه وجود دارند اتفاق میفته. ببینید ماها به هر حال این روزا خدا را شکر کارا خیلی کارهای صنعتی بزرگی میکنیم تو کشورمون، به خاطر همین تحریم ها مجبوریم که خودمون از رفت و رفت کنیم و لذا خیلی اوقات باید یه دانش خوبی داشته باشیم در خصوص تعمیرات که کجا تعمیر بکنیم، کجا پسگرم بکنیم، نکنیم، از خیرش بگذریم، نگذریم، همه اینا رو باید تصمیم گیری کنیم. ناخالصی تنگستن ببیه که تو جوش، یه تیکه از تنگستن تو جوش میمونه، ناخالصی ناشی از مس، یه تیکه از مس تو جوش میمونه، حالا مس از این کنتاکت تیوب میاد، اون از الکترود تنگستن میاد تو روش تیک. فقط این که یک مفسر باید بدونه چه فیلمی داره تفسیر میکنه به این خاطره که شما وقتی یه ای بی این طوری میبینید یا این تنگستن کلوژن تو جوشه کاملا مشهود، این کاپر اینکلوژن تو جوشه، مثال ذراتشون تو جوش جا موندن و حالا مس و کربن سیل اختلاف تانسشون خیلی بالا نیست، ولی این جوشکاری میگه با رو آلومینیوم، این هم یه مس تو آلومینیوم 2.7 دانسته، مس 8.4، ولی زن این اختلاف تانسه فاحشی، تنگستن 19.6، فولاد 7.8، این اختلاف تانسه کاملا مشهوده. سوختگی داخلی همون برچوبش میدیم، معمولا پاس ریشه رو اگر خیلی سنگ بزنیم یا خیلی آمپرمون بالا باشه یه لکه های به اسم سوختگی داخلی در جوش به وجود میاد و علتش هم اینه که اینجا مذابتون در حقیقت میریزد پایین. وقتی ریخ پایین یک گوشواره کوچولو اینجا میمید، یک گوشواره کوچولو اینجا میمید و این وسط به اندازه یه سر چوب کبریت خالیه و لذا وقتی فیلم ها نگاه میکنید دوراش یک حاله اکسسی میبینید که سفیده وسطش سیاهه. پس برتروها یه عیبی هستن که توی فیلم های رادیوگرافی به صورت یک حاله سفید رنگی که از مثلا همون گوشواره های بغله و مرکزشون خالیه و نشون میده که اینجا برترو شما دارید. علت به وجود آمدن سوختگی داخلی هم اینه، حالا به خاطری که آمپر بیش از حد در هنگام جوشکاری پاس ریشه یا هات پاس در جوش های باتل بیش از حد سنگ زدن ریشه جوش، که این موضوع ممکن است سبب سوختگی داخلی یا پاس دوم شه. ببینید بعضی وقت جوشکار پاس اول هم میزنه، پاس دوم هم که میخواد بزنه باید پای رو پاس اول ها یه خوره هموار کنه که بتونه اگه خیلی سنگ بزنید پاس دوم بزنه پاس اول ها سوراخ میکنه و یه برترو یا بیتی با بیتی نشونش میدیم تو جوش به وجود میاد. حفره انتهایی هم اینه که شما دیدیدش، اینجا جوشکار داره جوش میاد جلو تا اینجا، یه دفعه دستش از رو کار بر میداره، اگر یه دفعه دستش از رو کار برداره یه چاله انتهایی به وجود میاد که اینجا چون
کاسه گونه هست، تمرکز تنش تو این کاسه زیاده و باعث ترک‌های شعاعی در جهات مختلف میشه که بعد ما توی فیلم‌های رادیوگرافی به صورت ترک‌های ستاره‌ای می‌بینیمشون. حفره ناشی از انقباض در انتهای خط جوش‌های همونجا که منبع حرارت الکترو از سطح جوش برداشته شد را حفره انتهایی می‌دونن. حفره انتهایی در حقیقت یک نوع عیب انقباضیه، یعنی همون سالیدیفیکیشنه در حقیقت، و نباید آن را با آندرکات یا حفره های بازی اشتباه گرفتش. نگاه کنید یه حفره انتهایی، ببینید مقطع ترک ستاره‌ای، می‌بینید یه ترک ستاره‌ای است. پس هر کجا شما دارید تفسیر می‌کنید و خیلی هم دارید دقت می‌کنید، وقتی به مرحله پایانی الکترود می‌رسید، یعنی جایی که جوشکار می‌خواد الکترود رو عوض کنید، حتما با ذره‌بین نگاه کنید که استارکرک نداشته باشید. استارکرک ها آخر مصرف یه الکتروده، آخر مصرف الکترود، اونجایی که الکترود که داره تمام میشه و جوشکار دستش ها از جوکار بلند میکنه، جوشکار باید دستش ها برگرده جوکار گرد و از اونجا فاصله الکترود با جوش زیاد کنه تا بوز قطع بشه. علت الوجوان حفره انتهایی با کنش اکساسیون و تبدیل حجم ناشی از تبدیل مضاد به جامد، لکه قوس یا فلش سرگردانم دیگه اینا چیزی نیست که اونقدر اهمیت داشته باشه لکه قوس، ولی خب رو بعضی فولادا همینم مجاز نیستیم، مجاز نیستیم رو خود قطعه الکترودا را بندازیم. شما کار نداشته باشه به در و پنجره مونن کارهای ساختمان ما روی خط لوله یا روی قطعات اصلی پرشر وسل اجازه نمیدیم جوش کار روی خود قطعه قوسش ها را بندازه. اینجا ها معمولا اگر فولادتون استحکامش بالا باشه احتمال ترک خوردن اینا زیاده که اینا را پی تی ما میکنیم، الکترود به طور ناخواسته با فلز پای برخورد نماید، نگهدار الکترود که از عایق خوبی برخوردار نیست قطعه کار را لمس نماید، اتصال بدنه به طور صحیح انجام نگرفته باشه و امکان جرق زنی وجود داشته باشه. پاشش هم ترش هم که چیز خوبی نیست و حتما موقعی که میخواهید به صلاح اینا باید ریموف بشه تا بعد رادیوگرافی یا پی تی یا یو تی یا ام تی یا هر فرایند اندیتی میخواهید بکنید این پاشش ها را باید بردارید. پاشش ها معمولا احتمال داره زیرشون ترک باشه و لذا بعضی اوقات اگر خیلی این ذرات بزرگ را برمیدارید و اینا باید یه پی تی یا ام تی هم بکنید که جای پاشش ها ترک بردگی نداشته باشه. علت وجود پاشش هم انرژی بیش از حد قوس، طول بیش از حد قوس، استفاده از الکترود مردود، وزش قوس، حالا وزش قوس هم که به علت میدانهای مغناطیسی و ایناست که علت هم تغییر مسیر قوس در اثر وجود میدانه الکترومغناطیسی سر اطراف قوس در هنگام جوشکاری باشه. جوشهایی که کاملا پر نشده، این اسلاید تکراریه ولی منظورم این بوده که این جوش کامل سطحش پر نشده، اندرفیل یا پرکپیل، اندرفیل یا پرکپ، یعنی این جوش کامل پر نشده و اینم باید تکمیل بشه و گرده سازی بشه در حقیقت. علتشون ناکافی بودن فلز جوش وارد شده باشه، مناسب نبودن تکنیک جوشکاری و وضعیت نامناسب زاویه الکترود هم خیلی مهمه که یه طرفه بزنید، دو طرفه بزنید، به قول معروف به یک سمت فقط میس الائمنت داشته باشید، اکسسی ویوینگ خیلی بیش از حد ویو کنید، ترامل اسپید تو اسلو، خیلی آهسته برید جلو، لانگ آرک، همیشه آرک بلند براتون دردسره، اصلا و ابدا روی قوس بلند چیز نکنید، مانور نکنید، این خیلی خوب نیست، این باید خیلی کم باشه، یه طرفه نزنید و اینا. و تا اینجا که دیگه در خدمتتون هستیم یه استراحتی بکنیم و بریم سر ورکشاپ بعدی که مال تفسیر و این چیزا هست. خسته نباشید، اگر سوال چیزی باشه شما در خدمت هستم. خدمت میخواین سوالتون باشه. شما دیگه بپرسید، ما که میایم و که میریم. خواهش می‌کنم. جناب دکتر من سوالاتو خدمتتون بپرسم پاسخ بدین بعد بریم. خب عرضم به حضورتون که یکی از دوستان که اسمشون کامل نیست پرسیدن آیا اشعه رادیوگرافی بر روی مواد غذایی موجود در کارگاه مثلا قند تاثیر مضر داره؟
ببینید ما همیشه این بحثا داریم که بعضی اوقات راننده با می اومد برای پرتونگاری، قضاش تو صندوق عقب بود، دوربین رادیوگرافی هم تو صندوق عقب بود، بعد به من میگفت که دلکلی من حالا این قضاهامو میشه بخورم یا نمیشه بخورم. خب دیگه سوال دیگه ها. واقعیت اینه که پرتوهای بسیار پر انرژی که بتونن رادیکال آزاد کنن تو مواد میتونن خطرناک باشن. مثلا من یه غذایی ببرم بذارم تو راکتور نزدیک جایی که مثلا کلی گاما و آلفا و بتا و نوترون و اینا هست، آره اون غذا را دیگه نمیشه خورده چون گاماهای بسیار قوی هست. ولی گامایی که مثلا برای این مواد رادیو ایزوتوپای ما هست، مثلا مثل ایریدیوم، حالا سلنیوم، اینا نمیتونن باعث آزادسازی رادیکال بشن، لذا مشکلی نداره به نظر من. خب ولی اگر تو در مقابل منابع بسیار پرتوزای قوی قرار بدن، بله میتونه رادیکال های آزاد ایجاد بشه و اون وقت دیگه هاشتو نیست، ممکنه هاشتو او دو باشه. لیزر. بعد جناب آقای ابراهیم بهرامی پرسیدن در مورد ایوه رود کانکویتی، امکان دارد گرده اضافه، گرده زیاد باعث بشه ما عیب ریشه را در فیلم نبینیم، به اندازه بیس سیاه نشه؟ آره ممکنه، به هر حال ببینید ممکنه، ولی شما گردتون یک تا سه میله دیگه، نمیتونید مثلا 5 میل گرده بدید که یه جوری رود کانکویتی ها میسش کنید، یعنی بگید که خب این که سیاه نشده پس بنابراین اوکیه. یعنی شما همون تو ویژوال تستینگ وقتی به جوش نگاه میکنید بازرس میگه که آقا چرا اینقدر گرده سازی کردی اینجا، میگه چیکار پاسی بکنی، یعنی یه جوری تنبیهش هم اول میکنن که آقا چرا گرده سازیت اینقدر بلنده. خب نه ما این کارو نمیکنیم که با گرده زیاد بیایم رود کانکویتی ها حذفش کنیم، نه رود کانکویتی وقتی تصویرش از تصویر بیس، یعنی دانسیته فوتوگرافیکش از دانسیته فوتوگرافیک بیس بیشتر شد ریپر میکنه، ولی اگر کمتر بود، اگر بیشتر بود تعمیر میکنیم، اگر کمتر بود ازش میگذاریم. درست. جناب آقای بیرانوند، رسول بیرانوند پرسیدن تعمیر در استینلس استیل ها چند بار مجاز است؟ یک بار. فقط یک بار؟ یک بار. ببینید جوشکاری میکنیم، NDT میکنیم، LOF داشتیم، LOP داشتیم، نمیدونم هر چی داشتیم، یک بار مجازیم تعمیر کنیم. چرا؟ چون ما نمیتونیم هی این فولاد پرکروم نیکلا و یه ریزم کربن همراهش هست که حالا حدود 100، 400، 800 کربن هست، در اثر تکرار جوشکاری این کربن با کروم واکنش میدن و میشن کاربید کروم، و کاربید کروم دیگه نقش حفاظت از خوردگی ها نداره. ما تا زمانی که کروم مجرد هست، من اینجوری میگم که دوستان جوان ما یادشون باشه، تا کروم مجرد هست مثل سربازیه که بفرستش جبهه، میره با این مثل تو خط کار میکنه میجنگید ها، ولی اگر متأهل شد دیگه، یعنی با کربن واکنش داد کروم، دیگه به هیچ عنوان جبهه نمیره، دیگه نمیجنگید برای شما. لذا یونای خورنده مثل کلور و اینا به راحتی به فولادهای زنگ‌نزن حمله میکنن و عیوبی مثل پیتینگ و کرویس و اینا به وجود میاد. پس بنابراین ما یک بار تعمیر میکنیم، اگر دیگه واقعا، اگر دیگه چی میگن دیگه خیلی مجبور بودید که یه تعمیر یا تکرار کنید، واقعا ملاحظات انجام بدید با آمپر کم و جریان کم، ولی کد به شما اجازه نمیدید که بیشتر از یک بار تعمیر کنم. ممنونم جناب دکتر. آیه مهدی جعفری، آیه دکتر یه توضیح در مورد فلاکس میدین؟ احتمالاً از اون فلاکس، بله پودر جوشکاریه. ببینید ما تو جوشکاری زیر پودری SAW سابمرج آرک ویلدینگ ما معمولا پودر فلاکس ها میریزیم رو جوش و سیمجوش میره تو پودر و اون زیر قوس مخفی داریم، یعنی ما قوس ها نمیبینیم. و تو جوش های کارگاهی، تو جوشکاری های صنعتی، ضخامت های زیاد، ما معمولا با الکترود دستی دیگه جوشکاری نمی کنیم چون خیلی کند الکترود دستی،
هر دقیقه باید یه الکترود برداره، مثلا مصرف بشه، دوباره یه الکترود کنه تو انبور. همینطور این سرعت پیشرفت جوش خیلی کند میشه. لذا ما میایم زیر پودری جوش میدیم، درزه رو آماده میکنیم، فیکسچر میذاریم، قطعات رو پیش مونتاژ میکنیم کنار هم. بعد یک سیستمی مثل جارو فلاکس میریزه، سیم از توی در کلگی دستگاه میره قوس میزنه زیر پودرا که اون فلاکس ها هست و جوشکاری انجام میشه قوس بخواه و سرعت جوش هم خیلی زیادتر از الکترود دستی هست. جناب آقای ابراهیم بهرامی پرسیدن میشه یه توضیحی در مورد NDT پلان بدین در حدی که بشه بسن. خب ببینید NDT پلان در حقیقت نگاه کنید یه چیزی خدمتتون عرض کنم به خاطر این تجربه 34 ساله خودمون تو این داستان ها، ما عیوبی که با چشم میبینیم به هیچ عنوان سراغ NDT نمیریم. یعنی وقتی شما تو ویژوال اسپکشن هرچی عیوب هست باید ببینید و گزارش کنید. خب وقتی میریم سراغ NDT که یه سری عیوب ها دیگه با چشم غیر مسلح نتونیم ببینیم، اون وقت میریم سراغ NDT. NDT هم در حقیقت شما یه پلنینگی باید داشته باشید به این صورت که برای متریال هایی که دانه درشت نیستن مثل استنلس استیلا که دانه هاشون خیلی درشت هست، یوتی خیلی سخت به شما جواب میده. لذا تو اونجاها یه روش حجمی با یه روش سطحی ها با هم انجام میدیم. یعنی چی؟ یعنی جوشایی که مثلا یه خط دوره هست کربن سیب اجرا کردیم، جوشا را رادیوگرافی میکنیم، ضمن اینکه پی تی یا ام تی هم میکنیم. پی تی یا ام تی برای تعیین عیوب سطحیه، رادیوگرافی برای عیوب حجمیه. حالا اگر نتونیم آر تی کنیم میتونیم یو تی بکنیم به علاوه پی تی، یو تی بکنیم به علاوه ام تی، بستگی به جنس متریالمون. پس بنابراین پلنینگ NDT ما بعد از ویژوال اینسپکشن که تمام عیوبی که با چشم غیر مسلح میتونیم گزارش کنیم اونجا باید گزارش کنیم، عیوب گرفته بشه و اقدامات عاجل انجام بشه، دو روش باید حتما روی یک سرجوش اعمال بکنیم، یکی کنترل حجمی، یکی کنترل سطحی. کنترل حجمی روش رادیوگرافی یا روش اولتراسونیک، یکی از این دوتا. هر کدوم هم جایگزین اون یکی استاندارد به شما اجازه میده که شما مثلا اگه آرتی نمیتونید بکنید، حالا چشمه رادیواکتیو مثلا به خاطر تحریم ها کشور ما وارد نمیشه و رادیوگرافی نمیتونید بکنیم، خب میایم سراغ یه شرکتی که اولتراسونیک بتونه انجام بده، اولتراسونیک به علاوه یا پی تی یا ام تی. پس بنابراین ما دو روش ها همزمان تو پلنینگ اعمال میکنیم، یه روش کنترل حجمی، یه روش کنترل سطحی، اون تا بعد از ویژوال اینسپکشن و تمام کارهایی که میتونیم انجام بدیم. ممنونم. جناب دکتر، جناب مرتضی اولیایی پرسیدن که در خصوص اشعه گاما و اشعه ایکس هر کدوم چه متریال هایی رو میتونیم تست بکنیم و تا چه زخامتی؟ خب ببینید آقای اولیایی عزیز، عرضم به حضور شما، ما تا زمانی که کوالت 60 به کار بگیریم ما 20 سانتی متر فولاد تقریبا میتونیم رادیوگرافی کنیم با کوالت 60، ولی کوالت 60 تا مدت هاست دیگه در دست پرتونگار و شرکت های معمولی که با یکی دو سه نفر تشکیل شدن نمیدن. مثلا ممکنه به ماشین سازی عراق بدن، به آذرآب بدن و کوالت 60 چشمه بسیار قویه و تا 20 سانتی متر فولاد ها میتونید شما رادیوگرافی کنید. منتها دوربین کوبالت 60 روی یک چهارچرخ سنگینی تو سایت حرکت میکنه، چون دوربین حدود 250 کیلوه. یعنی اینجور نیست که پرتونگار وردارد با دستش بره سر کار از برجم برد بالا، نه خیلی یک کارتی دارد که هل میدن و چشمه را جا به جا میکنن و پرتوگیریش هم بسیار وحشتناکه و سازمان‌های اتمی کشور دست آدم‌های معمولی این چشمه‌های کوبالت 60 نمیدن، ولی با ایریدیوم 192 شما حدود 8 سانتی متر میتونید رادیوگرافی کنید
منتها با تکنیک های مالتی فیلم، یعنی این فیلم را سه چهار تا پشت هم بذارید و بذارید پشت قطعه و شوت کنید و بعدم برای تفسیر هر چهار تا فیلم را بذارید روی هم و پشت بیور بخونید. آره 8 سانت دیگه از اکثر رایج. در مورد آلومینیوم حدودا سانت. آه و تمام متریال هایم که میتونیم با گاما استفاده کنیم بیشتر ما رو کربن سیما و اینا هستیم. فولاد های زنگ نزن، آلیاژ های پای تیتانیوم، آلیاژ های پایه حتی نیکل، آلیاژ های پای آلومینیوم، منیزیوم، اینا همه متریال های گران با اشعه ایکس رادیوگرافی میشن. چون کوبالت مثلا استنلس استیل با کوبالت بگیریم تفسیر فیلمتون خیلی زیاد یعنی شارپ نیست، تصویر شارپ نیست به خاطر شبکه اف سی سی، شبکه اتمی اف سی سی که تصویر خیلی خوبی ما نداریم و لذا اونجا دستور عمل ها حتما میره روی ایکس، میگن ایکس رادیوگرافی نه گاما رادیوگرافی. جناب آقای صادق کلانتریان، جوش زیر پودری رو میتونیم روی ضخامت های پایین هم انجام بدیم؟ رایج نیست نه اینکه نتونیم، رایج نیست. اونجایی که ما سرعت کار میخوایم زیادتر باشه میریم سراغ زیر پودری، به هزینهش نمیصرفه. بعد جناب خسروی، با عنایت به اینکه فیلم های رادیوگرافی دو بعدی هستند معیاری به غیر از تیرگی عکس در اختیار می باشد؟ در صورتی که فیلم تفسیر جوش مورد تایید باشد و در تست هیدرو، خب بذارین اول سوال اولیش، میگه که فیلم ها دو بعدیه به جز ببینید، چون اتفاقا این داستان تفسیر فیلم از اینجا میاد که چون ما عیوب سه بعدی ها میبریم روی فیلم دو بعدی و حالا میخواییم قضاوت هم بکنیم. قضاوتمون هم چطوریه؟ مرگ و زندگیه، یا ریجکت یا اکسپته، یعنی درست روی پل صراط داریم راه میریم. در حقیقت یه خود این بر بیافتیم میشیم ریشوت یا ریجکت، اون طرف بیافتیم میشیم اکسپت. لذا خیلی تصمیم گیریش حاده اگر ما یک LOF یا نشناسیم و نبینیم و اوکی بدیم گرفتار کردیم خودمون. اگر یه طرفو نبینیم و اوکی بدیم گرفتار کردیم خودمون. بعد به ریشمون میخندن میگن فلانی اومد اینجا ترکارم اکسپت میکرد میره. اصلا خب خیلی برای ما چیز داره، به قول معروف حرف داره که اینطور نکنیم. لذا تفسیر یه کار پرمسئولیتیه، ولی به هر حال 13% احتمال خطا وجود داره، چون همون عیب سه بعدی ها شما روی فیلم دو بعدی میخواهید قضاوتش بکنید. لذا این من به همین خاطر امروز خدا شاهد این اسلاید های قدیمیم آوردم و با شما کار کردم، به خاطر اینکه بدونید عیوب چرا به وجود میان، کجا به وجود میان، علتش چیه و چگونه میتونیم باش مقابله کنیم. این خیلی مهمه. لذا شما انشالله یه خورده فیلم هم بخونید دیگه همه این نکات ها متوجه خواهید شد. جناب خسروی، احتمالا تجربه ای دارن، میگن که توی تست هیدروستاتیک نشتی داشتن اما توی فیلم در واقع تفسیر رادیوگرافی تایید گرفتن از مفسر. دنبال اینه که بفهمن چجوری میتونن قصور یا عدم قصور مفسر. فیلم ها بخونن، فیلم ها بکشن بیرون از تو آرشیو. ببینید فیلم ها یه فیلم هایی هست، فیلم های رادیوگرافی 100 سال هم نگر میدارن. یعنی الان ما فیلم های نیلگاه بوشهر مال زمان 1374 الان 1354 یعنی 54 الان نزدیک 60 سال فیلم ها هستشون رو میخونن، شون هنوز این روزها این فیلم ها رو دارن میخونن و تفسیر میکنن. لذا فیلم ها از تو آرشیو در بیارید با توی تاریک خونه با یه مفسر با تجربه بخونید و بذارید. احتمال داره جناب دکتر ترکی توی هیدرواستاتیک به وجود بیاد؟ در واقع هیدرواستاتیک قاعدتاً چون نشتی دارن پس ترک هست. آیا ممکنه این ترک تو رادیوگرافی دیده نشه، گرفته نشه، اصلا تو فیلم دیده نشه؟ دیده میشه، دیده چون میشه. عمود بر سطح دیده میشه. لامینیشن که نیست که نتونیم بگیریمش، ولی ترک ها میتونیم. ممکنه میس کرده مفسر، یعنی مثلا با سرعت فیلم خونده، یعنی یه نگاه کرده اوکی ها متمرکز نشد. فیلم از تو آرشیو بکشم بیرون میتونم پیداش کنم. جناب آقای کلانتریان، راجب جایگزینی فیزد اری با یو تی و آر تی سوال پرسیدن که از نظر شما. ببینید فیز اری و تی او اف دی و روش های نوین
اولتراسونیک هم روش های خوبی هم واقعا. من نمیتونم بگم که خدای نکرده این روش ها روش های علکی هستن و مبنای علمی ندارن. نه نه، اینا مبنای علمی دارن، روش های خیلی خوبی هم. ولی آنچه که رادیوگرافی تو ذاتش داره، و اینا من به خاطر که به هر حال من دو تا کتاب رادیوگرافی نوشتم، دو بار من هم به صدا لرسه ایزو شدم، هم لرسه اسنتی شدم، و حالا کار اتمی من بوده همیشه با هم اشعه و پرتو و نمیدونم سر کار داشتم، خیلی شیفته این کار بودم. هنری که رادیوگرافی دارید هیچ روشی ندارید. اینا باور بکنید، نه اینکه حالا به خاطری که ما میخواییم چیز کنیم، حالا چون تو این کار خیلی آلوده شدیم و اینا از حرفمون دفاع کنیم، نه، واقعا هنری که رادیوگرافی دارید هیچ چیزی ندارید. رادیوگرافی تمام زوایای کور را به شما نشون میده و پرمننته. من قبول دارم الان با اولتراسونیک هم فریز میکنید تصویرها و میتونید عیوب ها چیز کنید و اینا، ولی اون هنری که رادیوگرافی داره به هیچ عنوان روش های دیگه نداره. من اعتقادم اینه. آره، بسیار جناب دکتر. من یه عذرخواهی دوستان بکنم، من تصویر خودم رو ندادم، گفتم مشکل سرعت اینترنت پیدا نکنیم، تصویر وب خودم رو ندادم، حالا صدای بنده رو فقط دارین. جناب منجزی برترو درست متوجه نشدن منظور از برترو سوختگی داخلیه. یعنی اینکه ببینید، خیلی اوقات جوشکار اگه لک آف پنتریشن بگیره تو خط لوله، خب بیرونش میکنن دیگه. دو روز که تعمیر بیاره میگن این درد سره، اصلا آزادش کنید، اینا نگرش ندارید، چون مرتب هرچی این جوش میده دیگه 100% اندیتی میشه. وقتی جوشکار بد سابقه شد، مرتب کارش هم میذارن زیر چشم دیگه، ولی زیاد برای اون پیمکار صرف نمیکنن. این بچهای منجزی هم همشون خدا شکر جوشکارن، فامیلای منجزی و اینا، لیموچین و اینا همشون جوشکارن، جوشکارهای خوبی هم هستن. خب وقتی یه کاری مرتب رفت زیر سوال، دیگه 100% کار شما رادیوگرافی میشه، و امروز هم هر برفیم رادیوگرافی سوال 100,000 تومان در میاد و اصلا صرف نمی کن برای پیمانکار که یه جوشکار ناشی و نااهلی ها بیارد اونجا به باش کار کن. لذا خیلی مهمه که شما کارتون درست انجام بدید و کمتر تعمیر بیارید. لذا جوشکار از ترس این که دوچار الوپی نشه و کامپنیتریشن، آمپر را میدید بالا و پاسرشی را با نفوذ زیاد میزنید. خب خیلی اوقات خود پاسریشه میزنید مذابا، میرزد پایین و یه سوراخ اونجا جا میموند که گوشواره های دورش هم هست، که اون گوشواره های دورش به صورت اکسسی دیده میشن، سفید رنگ هم، وسطش به صورت سیاه دیده میشن. برترون سوختگی داخلی، حالا اصطلاحا ما ترجمه میکنیم سوختگی داخلی، و بعضی اوقات هم پاس دو ها که میخواییم بزنیم، پاس یک ها سوراخ میکنیم، یا پاس یک ها خیلی سنگ زده باشیم، پاس دو ها که میخواییم بزنیم، میزنیم اون جوش ها سوراخ میکنیم و چیز میکنیم. بسیاری جناب اولیایی، تو تکمیل اون صحبت در ارزم به حضورتون که فرمودین چند تا فیلم باید بذاریم مثلا برای کوبالت، پرسیدن منظورشون نوشتن اوورلپ فیلم ها هست یا منظور کنن؟ نه اوورلپ فیلم ها، همیشه دعوایی هست تو اوورلپ فیلم که به اندازه یه حرف سربی قابل ردیابی روی این فیلم و روی اون فیلم، خب این مالا ردیابی یا اوورلپ فیلم که معمولا حدود حالا یک سانت، یک اینچ، یک سانت کفایت میکنه، یک سانت کفایت میکنه. عرضم به حضور شما که فهمش کردیم چند تا فیلم، بله، یه روشی داریم مالتی فیلم. روش مالتی فیلم این است که من یه قطعه خیلی زخیمی ها مثلا 8 سانت به من دادن که اینا با ایریدیوم استرنال شوتش کنم. خب من این 8 سانت تا که بخوام شوت کنم، اگر چشمم 20 کوری باشه، شاید حساب کنم حدود 6 ساعت باید تو شوت بمونم، و وقتی کارگاه را تحویل گرفتم، اگه بخوام چشمم 6 ساعت بیرون باشه، صبح شده و کارگران اومدن سر کار و من هنوز تو شوتم و سیفتی هم به من اجازه نمیده، میگه آقا شوتو جمع کن برا برو دیگه، تو اینجا چشمت بیرونه، همه دارن پرتو میگیرن. لذا ما به خاطری که زمان شوتینگمون رو کم کنیم، یک کلک رو که کلک نه، یه تکنیکی به کار میبریم به نام مالتی فیلم، یعنی چند تا فیلم از یک نوع پشت هم میذاریم
ورقه های سربیا یک در میون میکشیم بیرون که دو تا سرب پشت هم نباشن، یک در میون لایه سربی بینشون میذاریم پشت قطعه و شوت میکنیم. بعد همه این فیلم ها رو میداریم تو تاریخ خونه ظهر و ثبوت خوش میکنیم. بعد وقتی میخواییم تفسیر کنیم رو هر کدوم از این فیلم ها بخشی از تصویر اومده، لذا همه این فیلم ها رو میذاریم رو هم و سرجوش ها تفسیرش میکنیم. هر کدوم از این جوش ها، هر کدوم از این فیلم ها دانسیت دو را دیگه ندارن، مثلا دانسیت یک و هفت دان دارن، یک و نیم دارن ها؟ ولی از یک و سه دهم کمتر نباید باشه. ولی رو هم دیگه دانسیته مثلا 3.5 یا 4 یا 2.5 یا این چیزی دارم وقتی بعد ارزم به حضورتون که یه سری از دوستان سوالاتشون خیلی کلیه، مثل پرسیدن راجبه عیوب قطعات ریخته‌گری یا تست آلتراسونیک. حالا من اونهایی که یه مقداری توی این تایم میشه پاسخ گفت، آقای دکترم حالا یک مقدار خسته شدم. جناب ایزانلو پرسیدن دکتر وقت بخیر عیوب جوش خط لوله زیر آب هم به همین شکله؟ بله خطوط من تا خط لوله زیر آب معمولا الکترودا سلولوزشون زیاده که گرمای زیادی ایجاد کنن که جوش دچار لکا فیوژن و اینا نشه، چون سرعت انتقال تو آب خیلی زیاده. درست، یعنی خیلی جوش سریع سرد میشه ها، و لذا باید یه مقدار هیت بیشتری بکنیم تو جوش که جوش کامل انجام بشه. بسیار عالی. جناب پویان صمدی میشه توضیح بدید که چرا نمیتونیم عیب باندینگ را در آرتی ببینیم، عیب عدم در واقع جوش بین دو تا سطح رو، و اینکه جهت رادیوگرافی همیشه باید عمود بر خط جوش، عمود بر جوش باشه؟ نه ببینید، ما حتما نباید عمود باشیم، عمود بهتر به ما عیوبا نشون میده. ما فقط جایی که تو جوش کاری عیوبا نمیتونیم خوب ببینیم و با شک و تردید میبینیم تو لکاف ساید وال فیوژن، یعنی اون جاهایی که بویلا داریم، یه عدم ذوب بین بویل و ولد متال، یه عدم ذوب بین بویل و ولد متال به وجود میاد که اینا را ریتیک میکنیم، یعنی میگیم که آخ یه چیزی مثل لکاف ساید وال فیوژن اینجا هست. آقای مهندس معتمدی شما ببین تشخیص میدی، حالا یکی دو تا بچه‌ها رو هم صدا میکنیم از اون نظر مشورتیشون رو میگیریم، و اگر به این اجماع رسیدیم که نه نمیشه اینا فهمید که واقعا لکاف ساید وال فیوژن هست یا نیست، یه ریتیک میذاریم روش، میگیم این جوش ها امشب که پرتو نگار اومدن تو همین جهت بویل بگیرمش، یعنی درست تو سطح بویل، یعنی اشعه درست زاویه بویل را بگیرد و بره پایین، و اونجا اون عیب اگر لکاف سایبال فیوژن باشه روی یه فیلم دانه ریز مثلا دیفوری یا MX-25 به خوبی قابل تشخیص. بسیاری ارزم به حضورتون که بعد راجبه باندینگ هم پرسیدن که باندینگ ها نمیتونیم تشخیص بدیم، مثل لامینیشن، چون آره یه خود سخته، چون ناپیوستگی اونقدر چیز نیست، عمود میشه کاملا به پرتو. بله، و سوال آخریشون هم اینه که عمق عیوب آیا میشه پرسید تشخیص داد تو رادیوگرافی؟ ببین تجربه خیلی مهمه، تجربه خیلی مهمه، از روی اختلاف دانسیته ما میتونیم بفهمیم که این پروسیتی آیا خیلی گود هست یا کم گود هست یا چگونه هست. ولی وقتی تو استانداردهای تفسیر نگاه میکنیم میگه ایمیج دنسیتی از نات، میگه که دنسیته ایب معیاری برای اکسپ یا ریجکت نیست، یعنی میگه که نگو که این پروسیتی تصویرش خیلی تیره است پس من اینا ریپر میدم یا بگم اکسپتش میکنم. لذا ما با سایز عیوب سر و کار داریم، با تیرگی و کم تیرگی و پر تیرگی میفهمیم که به قول معروف اونایی که خیلی تیره ترن عمقشون بیشتره، ولی اینجور نیست که حالا بگیم چون خیلی سیاهه پس ریپر بده. بعد جناب محمد دیناری، رادیوگرافی با برای قطعات با قطر چند سانت امکان پذیر است؟ خب اینو که توضیح دادم آقای دکتر، ولی با قطر حالا قط مهم نیست، خود 56 اینچ هر چی میخواد باشه، زخامتی دیگه با یه مخزن کروی هم میتونیم یه سورس بزنیم وسطش و فیلم بچسبونیم دورش رو شوت کنیم از هر فاصله خاصی، منتها زمان شوتمون خیلی طولانی خواهد شد.
جناب اولیایی پرسیدن چطور میتونیم توی تفسیر جوش در واقع فیلم‌های رادیوگرافی لوله‌های 2 اینچ متوجه بشیم که کدام دیواره در فیلم هست، دیواره جلو یا دیواره پشت، دیواره رو میشه از توی تصویر دیواره‌ای که نزدیک فیلمه شارپ‌تر از تصویر دیواره‌ای است که دور از فیلم. همیشه عیوب وقتی می‌خوایم حتی تشخیص هم بدیم، عیوبی که نزدیک فیلم هستن خیلی شارپن، عیوبی که دور از فیلم هستن فوزی هستن، همچنین محالودن، خوب نمیتونه قضاوت کن. حالا توی تصاویر توی ورکشاپ بعدی بشون بسیاری من اصلا این تصویر خودم یه لحظه بیارم. آی دکتر میشه یه توضیح بدین راجع به ادامه ورکشاپ؟ ما تا ساعت 8 نیم به دوستان الان چقدر وقت داریم؟ الان 10 دقیقه به یه احتمالاً ساعت 8 میخوایم مجدد استارت بزنیم تا نیم ساعت. آره انشالله بتونیم. راجع به چه مبحثی هست؟ توی ورکشاپ هم ما میخوایم ببینیم که حالا چگونه فیلمای خوبی با کیفیت عالی تولید بکنیم و بتونیم راحت تفسیرشون بکنیم. بیشتر همین تکنیک‌های رادیوگرافی و رسیدن به یک تصویر شارپ و خوب هست، اسفتیمون چقدر باشه، یوجیمون چقدر باشه، نمیدونم عرضم به حضور چه زخامتی، چه اسفتی بدیم، آیکیوهای چندوم رو باید ببینیم. همیشه تو کارگاه‌ها دعواست، همیشه دوستان میگن که من 6 تا وایر میخوام، اون یکی میگه من 5 تا میخوام، اون میگه 4 تا میخوام. در حال همیشه هیچ کدوم زبان مشترک هم ندارن به خاطر اینکه آرتیکل 2 خوب عمیق نخوندن. ولی ما میخوایم بگیم که آقا این زخامت، این وایر شاخصش رو شما باید ببینید. میخواد وایر دوم باشه، میخواد وایر سوم باشه، میخواد وایر چهارم باشه، میخواد وایر ششم باشه. بعضی اوقات اگر دسته آیکیوهایتون مثلا حالا زخیم باشه، نازک باشه، ممکنه تعداد وایرهای کمتر یا بیشتر یا ببینید. ولی مهم اینه که ما بیاییم بر اساس جداول TD-76 اون زخامت وایر چند رو باید. یکی از دوستان های بیران من راجع به عیوب مصنوعی تو آرتی پرسیده، همون آیکیوهایی ها میشن دیگه؟ نه عیوب مصنوعی میشه آرتیفکت ها. آرتیفکت ها عیوب مصنوعی که کمک کنه به تشخیص حساسیت فیلم ها. خب نمیذاریم ما عیوب مصنوعی تو توی آرتی؟ نه که رو قطعات عیوب مصنوعی ایجاد کنیم. مثل آرتیفیشال فلاشیمایی هست که توی ما آرتیفکت هاست دیگه. آرتیفکت ها دیگه در حقیقت جز مباحثمون هست. دوستان عزیز، سوالات که پاسخ داده نشد رو من همه اینها رو در اختیار جناب دکتر قرار میدم و براتون ارسال میکنیم. بعضی از دوستان سوالاتشون خب خیلی جامعه، یعنی سوالشون عنوانی یه دوره هست و بعضی از دوستان هم خب سوالات دیگه دارن تو حوزه‌های دیگه. همه اینها رو پاسخ میدیم، ولی اگر اجازه بدین یه 10 دقیقه به جناب دکتر در واقع فرصت بدیم گلویی تازه بکنن. ما رأس ساعت 8 انشاءالله تا 8 نیم حالا یه 10 دقیقه این ور اونور در خدمتتون هستیم. یه سری فیلم‌های آموزشی هم تو این بازه در خصوص رادیوگرافی در واقع پیشرفته روش‌های نوین رادیوگرافی هست که آماده کردیم خدمتتون ارائه میدیم. پس لطفاً ساعت 8 حدوداً 8-8.5 دقیقه به جمعمون مجدد اضافه بشید تا پایان سمینار انشاءالله در خدمتتون هستیم. خسته نباشید جناب دکتر. خسته نباشید. سلامت باشید. باشه.
James Fisher, NDT, offers a range of traditional film and digital radiographic inspection techniques, which can be provided both on-site and at our purpose-built facility. James Fisher have been using digital radiography for a while now. We're one of the leaders in the country for starting up with this system. We're aiming to convert from film radiography to digital and computerised radiography, which eliminates the cost of film, which is a high cost for us as a business and for our customers. Currently in Deeside, we have 4 x-ray bays, with another 4 getting built in the near future. All materials that can be inspected using film-based radiography can be inspected using digital CR. The X-ray bays at James Fisher NDT can be used for either technique. The shooting process is the same, so our bays can be used for digital or for conventional radiography. It's just really the scanning of the imaging plates and the viewing of the images which is different. Rather than exposing onto film, the X-ray image is recorded onto a storage phosphor imaging plate, or IP, which can be erased and reused after scanning. When the IP, or the imaging plate, is scanned, the scanner removes the IP from the cassette and a laser reads the IP. And where the radiation has been stored on the phosphor, the energy is released and it's converted to a digital signal. The high-resolution IPs have the potential to see defects as small as 63 microns and can inspect a greater range of thickness in a single exposure compared to film radiography. This system is a 14-bit system, which means it can see 16,383 shades of grey. You can get a closer look at defects. You can measure defects a lot more accurately with this system. If you want to have a closer look at something, you can just zoom in on an area and you can then measure the areas with this little tool here. So you can get an accurate reading of what kind of size defects and things are. Digital radiography is a lot more environmentally friendly than conventional X-ray film. We can get images to our clients much quicker than we can wet film. So it's good for quick turnaround. It's a really good system to use. Everyone's comfortable using it. It's working out really well. James Fisher NDT continues to expand its digital and conventional film radiography facilities to offer the most comprehensive service to its clients.